بریم سراغ سوال ها با دستیار نازنین شما خانم دیدار قنبرزاده برنامه رو شروع میکنیم و اولین سوال رو ایشون از شما میپرسن. من به همه شما عزیزان در تمام کره خاکی سلام عرض میکنم، مخصوصا به قول استاد عزیزم بانو فرزانه کابلی که از همینجا دوباره خدمت ایشون سلام عرض میکنم. یه خسته نباشید هم به همه شما عزیزان میگم. من حدود 27 سال و 7-8 ماهی که شاگردی میکنم در رکاب ایشون و 3-4 سال به طور متوالی ما در سفارت برنامه داشتیم. من البته دستیار که نه، همون شاگرد ایشون هستم. همیشه این سوال تو ذهن من به وجود میامد که بانو فرزانه کابلی، شما که این همه سال با فشار و مشقت و گرفتاری و همه چی تو این مملکت بودیم و من کنار شما بودم و شاید خیلی از مشکلاتی که حتی شاید تصور باشه، چرا موندین؟ نمیگم چرا موندین، چه چیزی باعث شد که شما عرق به وطن داشته باشید و اینجا با این خفقان با این سختی بتونی این هنر زیبا رو همچنان زنده نگه دارید؟ ممنونم. من قربونت برم دیدار جان، عزیز دلم. منم سلام میکنم به شما نازنین. خودت میدونی عزیز دلم که من هیچ جای دنیا برای من ایران نمیشه و من فکر میکردم که اگه برم، حالا هم اون موقع هم الان فکر میکردم که اگه من برم کی این هنر رو زنده نگه میداره و میتونه در راه درست ادامه بده. برای همین اصلا نمیتونه. شما میدونی اینجا خونه منه. من مشکلات زیادی رو داشتم، سختی های زیادی کشیدم تو این راه برای اون که ثابت بکنم، برای این که بگم که این هنر یک هنر درسته. این هنر یک هنر فقیره، ولی کاملا اگر از راه درستش بهش نگاه بشه و درست بره جلو، بسیار هنر با ارزشیه و من موندم که این هنر رو از طریق شما و موشانهای دیگم و بچه های دیگم به بچه های دیگه سینه به سینه منتقل کنم. من میخوام بگم که دیدار جان خودش الان شاگرد داره و تدریس میکنه و همین سبک منم تدریس میکنه. من خوشحالم که او این کارو میکنه و من خودش میدونه که هر کمکی بخواد من دریغ نمیکنم و با دل و جونم با هم دیدار و هم همه بچه هم هستم. امیدوارم که اونا تو این راهی که پیش گرفتن اینجوری موفق باشن. ایشالله در کنار شما، بدون شما هرگز امکان پذیر نیست. مرسی عزیز دلم. میخوام که از خانم دیدار قنبرزاده، در واقع دستیار و شاگرد ایشون، دوباره دعوت کنم که سوالی رو در خدمتشون باشیم. دو تا از عزیزان اون چیزی رو که در ذهن من بود عنوان کردن سوالا رو. یه عزیز گفتن که حالا برای سالهای بعد، چون همین سوال در ذهن من بود که تکلیف این هنر چی میشه؟ الهی که شما سلامت باشین به قول خودتون 1,000,000,000 سال، ولی در بود شما من این سوالو دارم میپرسم که برای 1 سال دیگه 2 سال دیگه ما این ذهن خلاق شما رو هیچ جنبنده ای نداره واقعا در دنیا. واقعا کاش از شما 100 تا دیگه بود که ما کم نمی آوردیم. و اینکه یه عزیز دیگه مثل که سارا جان عنوان کرده بودن که با تمام این، حالا این تو ذهن خود منم بود که با تمام این خیلی عجیبه برای من، البته جسارتی به هیچ رقصنده‌ای در کل دنیا نمی کنم، ولی شما یه نازنین وقتی در ایران با این همه محدودیت و ذهن خلاق هنر زیبایی رو خلق می کنین، چرا من دیدار به عنوان یه هنر دوست، نمیگم اصلا رقصنده، به عنوان یه هنر دوست چرا نباید یه فیلمی سوای فیلم معلمم یه فیلم درست ببینم؟ میدونین چی میگم؟ یعنی اگر من یه رقص خراسان میبینم، یه رقص خراسان درست ببینم که مثلا توی لس آنجلس داره اجرا میشه،
و متاسفانه حالا فکر کنم بنفشه جان گفته بودن که امضای خانم کابولی دقیقاً درسته بنفشه جان، چون وقتی من با فرزانه جون میرم یه کاری رو میبینم دقیقاً یه المانای از حرکت‌های ایشون میبینیم که عزیزان حالا لطف دارن میان کارو تماشا میکنن و اینا، ولی اون المان رو درست نمیگیرن تو ذهنشون. میدونین چی میگم؟ یعنی یه چیز دست و پا شکسته، ولی معلومه که اون تای حرکت معلم من بوده. میدونین چی میگم؟ فرزانه جون ما چیکار کنیم واقعا؟ یعنی این اصلا یه موزلی شده برای من دیدار که حالا این همه سال افتخار شاگردی شما رو دارم و از همینجا اعلام میکنم عزیزای دلم، خوشا به حال من که شاگرد معلمم هستم این همه سال، باعث افتخار منه واقعا. یعنی انقدر که همه عزیزان لطف دارن و از شمای فرزانشون تعریف میکنن، من اصلا نه تنها این بر خراب نمیشم از لحاظ احساسی، به خودم میبالم که شاگرد شما، انقدر شما رو قبول دارم که اگر به من بگیم با گونی برو رو صحنه من میرم و سعی میکنم قدر شما رو بدونم. سوال من این بود که تکلیف من دیدار چیه؟ این ذهنم رو چی کار کنم؟ هر کاری میکنم نمیشه مثل شما. من قربونت برم دیدار جان، قرازه نباش، گدا نباش عزیز دلم، احساست خیلی رقیقه، میدونم به دل من میشینه، همیشه همینطور بوده، میدونی که چقدر دوستت دارم، میدونی که همیشه در کنارم بودی، همیشه من خب از اینجا واقعا از دیدار همیشه همیشه میگم دیدار، من واقعا خب از دیدار تشکر بکنم برای اینکه یار من بوده در سختی ها، در بدبختی ها، در مشکلات من، در سفر، در حضر، همه جا همه جا واقعا واقعا اگه لازم بوده عکس گرفته، اگه لازم بوده فیلم گرفته، همه جوره با من بوده، داد و بیدادای من رو تحمل کرده، خودش هم میدونه که اون حالا یه وقتا عصبانی میشه آدم، همه میشن، یا اون داد و بیدادا در جهت بهبودی پیشرفت خودشه یا بچه های دیگه. دیدار جان من و شما هیچ کاری نمیتونیم فداشم بکنیم که اگر ما میریم یه اجرایی رو میبینیم که حالا به قول من قرازه انجام میشه یا با همون موسیقی که شما برای فینال مثلا داشتیم توی یکی از اجراهاتون، خودت میدونی من چی میگم، با همون موسیقی اونا من همون فینالشون اجرا کردن و حالا حرکاتشون قرازه بوده و باز به قول خودم چپ و چل بوده و اینا، بلی اونا نهایت سعیشونو کردن دیگه، بهتر از اون، بیشتر از اون نمیتونم، نمیتونم من چیکار کنم؟ من یه آمپول ندارم که تزریق بکنم، ولی اینو برای همه اونا که منو میشنون میگم، من واقعا از ته دلم اینو میگم، من اون چه که تو وجود این بچه هایی که با من کار میکنه، حالا این قدیمی ها که دیگه خب من تا میگم اینجوری واقعا اینجوری میگیرن حرکتو، یه وقتایی بعضی هاشون وای میسن میگم موشان برو، میگه فرضشون یه سر پیچ پیچی، من نمیفهمم، حالا اونم سعی میکنم واقعا که بگم آره من دوست دارم که یه رقص روی موسیقی راحت نره، یعنی دو تا اینطوری بگم، چهار تا اینطوری بکنم، نه خب برین این موزیک تموم شد، نه من یه بعضی وقتا یه موسیقی رو، حالا بچه ها که خودشون میدونن، برای اونو که نمیدونن توضیح میدم، بعضی وقتا یه موسیقی مثلا چهار ماه پنج ماه طول میکشه، با خود دیدار یه موسیقی رو کار کردم یک سال طول کشید تو موزیک آقای شجریان که بسیار بسیار اسم رقصم گذاشتم شاهکار، چون به نظر من هم اجرای دیدار شاهکار بود، هم موسیقی که داشتن، هم حالا طراحی من خیلی خوشگل، ولی به هر حال خب شما فکر کنید که این رقص رو دیدار اجرا میکنه با اون حرکات سخت، یعنی اگه موسیقی رو ما اینقدر بگیریم بعد اینقدر
حرکت داشته روی اون موسیقی دیدار و اون رو با مهارت کامل با تسلط کامل اجرا کرده. چون موزیک آقای شجریان موزیک سرسری نیستش که من مثلا دو آقا حرکت اینجوری بذارم روش تمام بشه بره، نه، حرکات با فکر انتخاب شده. بعد هفته دیگه که بچه ها میاد من یه شفاعت میکنم، چون اون ذهن اون موقع من بود، الان ذهن من با هفته پیش فرق میکنه، دوباره یه چیزایی تازه بهشون میگم، اینا میرن تمرین میکنن، هفته بعد میان یه جای دیگه شو من کار میکنم، یه چیز تازه میذارم. در نتیجه این زحمت میبره دیدار جان، عزیزایی که به من گوش میدین، زحمت میبره یک موسیقی روی موسیقی آقای علیزاده، آقای حسین علیزاده کار کردن، زحمت میبره، مشقت میبره، پدر آدم در میاد تا یه موسیقی مثل موسیقی آقای انوشیروان روحانی عزیزم روی صحنه بره، حرکت روش بیاد که اینطوری چفت باشه، به قول تئاتریا چفت باشه، مچ باشه موسیقی با حرکت، که این اتفاق تو گروه ما میفته، این اتفاق با بچه های من توی رقصایی که اجرا میکنم میفته و این خیلی من خوشحال میکنه، برای اینکه من سفت و سخت میگیرم بهشون، پوستشون رو میکنم، مخصوصا وقتی که نزدیک اجرا میشن بچه ها خیلی خیلی، یعنی همینجور خیسن، یعنی خیسن تفلک ها، اما خیلی خوب جلو میرن، اون خیسی عرق اون خستگی چیزشون نمی کنه، باز نمی داره اینا رو از اجرای اون. در نتیجه دیدار جان من و شما با شاگردات، لیلی جان با شاگردات، بچه های دیگه با شاگرداتشون، ما هر چی میتونیم سعی میکنیم، بنفشه جان همینطور، سارا جان اگه شاگرد داره نمیدونم، همه ما سعی میکنیم که این هنر رو به شکل درستش ببریم جلو، ولی توانایی همه با هم فرق داره. اون چه که شما دیدار جان اجرا میکنی یا اونی که لیلی جان اجرا میکنه یا بچه های دیگه من که الان اینجا نیستم ولی من پشتیبانشون هستم و میدونم که چقدر عالی هستن، یا بنفشه جون که میدونم که خیلی خوبه، خوب اینا ما چقدر میتونیم، چقدر میتونیم دیدار جان این بچه هایی رو که داریم تعلیم بدیم و اینا رو بفرستیم تو جامعه، بفرستیم توی محافل هنری، بفرستیم توی جاهایی که اونا سینه به سینه اینا رو بفرستن بره، ولی همه اون استیل و اون فیزیک و اون توانایی رو ندارن عزیزم. ولی من سعی میکنم، شما هم میدونم که سعی میکنی و همه سعی میکنیم که این هنر رو حداقل، یعنی کمترینشه، زنده نگهش داریم تو این مملکت. ایشالله. ولی با تمام این تفاصیل هیچ کدوممون ذهن و مغز و خلاقیت شما رو نداریم. الهی که سلامت باشین و بمونین برای ما. مرسی عزیزم، متشکرم از محبت. مرسی عزیزم.